1 2 3 4. سلام، من علیدم جوهرچی و خوش اومدین به 15 اپیزود از 3 سیزن اخشبه، مرحله نیمه نهایی کار 110 تا رپر و خواننده رو گوش دادیم با هم دیگه. از بین این 110 تا فقط 14 تاشون اومدن به این مرحله. توی این مرحله با پاپاند بیت این 14 تا کار رو گوش میدیم و بعد رای گیری توی کامنت ها ادامه داره و توی مرحله بعدی این 14 تا رو از 1 تا 14 رتبه بندی میکنیم. قبل اینکه بریم سراغ کارا، مهمونم پاپاند بیت آنلاین تو دیسکورد. چطوری پاپا، خوبی؟ یو واتس اپ، خوش اومدی دوباره به اخشبه. اولین کارمون از حمید رضا، برو بریم. بیا بیا نمیخوایم په آقا بالا سر، آقا بالا سر، آقا بالا سر، بلکم میخوایم بریم بالاتر، بالاتر هنو، اگه شک داری برو ببین کارم هست، آدرس آنکلاد.com/حمیدرضام، اسمم واسه تاشناس یکم، فکر کن شاید مخواد نتیجه داد، میشتاسی مطمئن میجوام زبطا با دیسکای رپم، منتظرم بیان تیترای خفن، هیت خواستی میسازیم این کار هستم، خدمتت بهتره بشتم به صدام و هرکی که تو ایران فیکس وای رپ هست. هیپ هاپ یعنی تنهایی اینجا، یعنی دو روز نباشی فرداشو بیکار، میدونی من بازی بلدم، همیشه خواستم بازی کن بمونم تا یه وقتی بازیگر نشم، بگو هستن کاری هست بلد نباشم دیگه، جعب ابزارم فرقی کم دارم با بقیه، لباس گرفته تا طرز افکارم، حاضرم واسه سر بدم یا ته. یه بیا شک نکن هستم به حتی برن خستم بشه، نمی کنه مغزم ولش، آوردم کم کم به خشیمان، یه چند سالی هستم و میمونم بازم تو این راه، تا اینجا 14 تا شد هستم، بگو بشه 30 سال، گنده پر میکنم چون دارم مخشو، پا پیاده پیش میرم تا نوک گل، خوب قفل مخاره قفل مخستم، آلین بده پوکرو، نمیکشم عقب من کنسل عقب گرد، کلی جادو توی چندم هست فعلا، فقط فکم بسته، نمیدونن داستان چیه، قدمت مال سال ها پیشه، اگه بشه قسمت رپمون امسال آقا میشه، کارناب ایده تاب داری مف میره جلو بازار با هاشیه، ولی کم مهم نی چون با ترکان با میشن چاکرا پیکت. به این ترتیب این اولین نفری که اومده مرحله نیمه نهایی حمید رضا، لفظاش اورجیناله، مال خودشه، دوست دارم. اینکه خیلی فلوهای مختلفی استفاده کرد خیلی جالب بودش، ولی بعضی از فلوهاش بهتر از بقیه فلوهاش بود، مثلا فکر میکنم یه ورس دوی داشت اگه اشتباه نکنم. آره یه جایی ذره عوضش میکرد. آره اون قسمتی که میره توی ورس دو به نظرم خیلی بهتر بودش فلوش و اینا، ولی خب یه سری لفظای باحالی هم در کل داشتش، هم شارات به تو کردش و آره اون وسط ها یه نم جا کرد، در این که داشتش رپ میکردش آدرس ساندکلادش هم گفتش. آره لای بامزه داشت، ایوت بار بکنه. دمت گرم حمید رضا. کار بعدیمون از فورتمه، برو بریم. این خیلی باحاله، من خودم خیلی دوست دارم اینو. رفتی ولی یاد تنو پیشم هستش، تو گوشم نشدم از صدات خسته، شبا میزنم با خاطرات ترسه، بدن تو میکنم با چشم لمسش، وقتی که تو دورم از جوری بار پورم، بدون تو حتی نمیرسه من به کارای ساده زورم، تو بودی حال خوبم، حالا پرو چاله چولم، شبا دیگه نوری نداره انگاری که خوابیده ماهمونم، تو بودی ماه من، حالا مونده خاطرت، ندارم من طاقت دیگه مخ داده رد، نگاهم به ساعت که میخوابم تا عبد، همه میگم بیخیال نمیشم راحت رد، آره منم نسخه بدن تو، نسخه بدن تو، دبی بر خواهم شده، آره کار من هر شبی قرص، نسخه بدن تو، آره منم نسخه بدن تو، تو که نباشی زندگی میکنه منو های اصفه کن، آره منم نسخه بدن تو، نسخه بدن تو، دبی بر خواهم شده، آره کار من هر شبی قرص، نسخه بدن تو،
این نکته مثبت زیاد داره راجبش، چیزای خوب زیاد میشه گفت. هم صداش خیلی باحاله، یعنی اصلا ازم مهمترین کاراکتر کارش صداشه. صداش یه جنس بوی حال باحالی داره که مال خودشه فقط. بعد من پیگیرم شدم، متوجهشم میکس و ایناش هم خودش کرده که اینش آره این واقعا تحسین برانگیزه. خیلی آره، چون که تمیز خیلی صدا خیلی میداده. خیلی ولی من یه چیزی که در کنار صداش خیلی جذبم کرد دلیوریش بود. یعنی که دقیقا میدونست که چجوری اون حس این که از اول ورس سیکشن میخوره به دوم قسمت دوم ورس و میره توی هوک قشنگ تو حس میکنی. آره. از لحاظ شنوایی قشنگ میفهمی که همینجوری داری تو آهنگ میری جلوتر تا باید پروسه‌ای برسی و تموم بشه. به نظر من هم خیلی خیلی خفن بود. آره. از همه لحاظ لیریکسش هم خیلی حال کردم. آره فلوش و اینا هم با خوش سلیقه فلو چیده بود. دقیقا من هم دوستشم. آفرین فورتن واقعا. کار بعدی من از سایکوه، بزنم کارش کو ایناش برو بریم. مداد دستم به یادت هستم و تظرم به ما رو برف بده رنگ سفید بکس یاد دفترم یه جمعه کلمه یا یه کنای حرف و میزم یه ما اومده سه ماه رفت ستاره همون دو زیر برگا نظاره گرد که بذار بگم روی موجه هم لب ساله بشینم رو میبینم چطور ولی ساله میچی نگو لب چند ساله هنو مسیرشم گوش وقتی دردار بمیرسه برشم گوش بس برگای زر بس برفای سر داستان من تو که به شب گوش این هم کار سایکوه. سایکو هم باحاله، این هم کارش خوبه. یه ذره شاید پروسس صداشو درست انجام نداده، یه ذره صداش یه ذره خفه صدا میده تو میکس صداش، ولی به نظرم این هم خوش سلیقه رایماشو نوشته. خیلی حرکت هایی که زده هم باحاله. آره مثلا اون قسمت اولش یه جوری میکس شده بود که من تقریبا نفهمیدم چی گفتش. فکر میکنم او که اول بود یا همچین چیزی. آره من فکر میکنم جلوتر دوباره تکرار میکرد همونی که اونجا داشت میگفتو. آره ولی از لحاظ این که مثلا یه آهنگ لوفای احساسی باشه به نظرم مثلا خیلی از المانش رو داشته. آره دقیقا میکرد. آره من هم همینو خواستم بگم، حالا هوای لوفاییش رو تونست پیاده بکنه تو وکال هم، بغیر از این که بیت لوفایی. آره اینو موافقه. آره ولی من در کل از کرم میخورده کانفیدنسش پایینه، ولی بهش میگم که وقتی کارت خوبه کانفیدنسش هم داشته باش، به نظرم میتونی خیلی قوی تر از این حتی کار بکنی. آره همین که الان توی این مرحله هست امیدوارم براش یه مقداری کانفیدنس اعتماد به نفس بیاره، چون اینی که میگی دقیقا اینم تو صداش کامل حس میشه. ولی آفرین دمت گرم سایکو. کار بعدی مرشده، برو بریم. یادش بخیر گل کوچیک های موشک هفت سنگ خونه کوچه از باز خاطرات کودکی سمتم راهش گرفت. ای واقعا یادش بخیر ننم دنبالم مشقت مونده سوخت غذام رو جا قم بیا زود خونه گذشت راحت چهه. یادش بخیر
هم بودیم نمیگفتیم دوباره کارش گرفت. چه روزا نابی، آسمون آبی، دلامون خالی، خورشید تابی در باز با پیش به سوی بازی، بی خیال همه چی، دنیا کوچیک، مگه بود بزرگترین غم چی بود؟ دوران خوبی همون میموندیم کاش جایی که قد کشید. خلاف کنی میخوری جریمه، عوض میشه سلیقه، هرچه هم بالایی کریمه، اما سن میره بالا، تصویر پیر شدنه، ننه بابا غمگینه، دلگیره دادا، حاصل سن و بلوغ هم همه میگیری فاصله از همه، عاشقی و شکست عشقی و دغدغه، ماجراجویی و فلسفه، سر به سنگ خوردا، شکست و بردا، پیش به جنگ و جنگا، میشن کم کم تجربه، تو آینه میبینی نم نم موها رو جو گندمه، دیگه مثل سابق نداری حس و حالش، نیستی دیگه مثل سابق، میفهمی عشق و با حس. خلاصش واژه تجربه است، تلخیاش ال توی الکل است، رمان چند جلدی سر گذشت، محتوا از اول تا آخر سگ دو است، فصلا میگذرن سبز و زرد، ادامه داره میگذره نقص و دلخ، دوران بچگی ساده بود خوش گذشت، یه مش خاطره تو سر هی گذشت، یادش بخیر. گل کوچیک های موشک، هفزنگ خونه کوچه است، باز خاطرات کودکی سمتم راهش گرفت، هی واقعا یادش بخیر. ننم دنبالم، مشقت مونده، سوخت غذام رو جاقم، بیا زود خونه، گذشت راحت چه. اینم با حاله، فضاش با قبلی ها فرق میکنه، یه مدل دیگه ایه، خیلی رپی و سفت و تایت بود. آره. و اینکه خیلی حس آتنتیکی داشت، یعنی واسه مخاطب رو جذب میکرد که ببینه چی میخواد بگه بعد از این و اینا. فکر کنم از رتینه یه جورایی هم اسم میکنم، مثلا احتمالاً مرشد بود اسمش. آره. احتمالاً واسه اوایل دهه 70 باشه، چون چیزی که تعریف میکرد خیلی نزدیک بود به بچگی های ما، اونجوری که مثلا بری بیرون بازی کنی و این داستان ها. داستان گفتنش هم جالب بود، این که داستان بود گفت از اول تا آخر، با حال بود. این هم من دوستشم، ولی من حس میکنم مثلا یه جاهایی میتونست جاهایی بهتر استفاده بکنه، یا مثلا شاید آره میفهمم، شاید ستایلشو آره همون بهتر. اصلا فلوش هم اگه یکم متفاوت تر میکرد، یعنی رنج فلوهایی که میزد و از یه بازه محدودی بزرگتر میکرد، فهم میکنم میشد همین چیزی که تو هم منظورته که منم حس کردم. آره اینو میفهمم، منم میتونست یه جاهای یه سری فلوهای دیگه ای بزنه به جای بعضی از فلوش، ولی اوورال فلوش هم باحال بود. آره آره فلوش رو میتونست سوار شه، سوار بود رو فلوش، باحال بود. دمت گرم باشه. اینم از این. خب بعدی کار سجاد لوکیه، جید، برو بریم. من شکستم قبل قلبم، روحم دیگه منو ترک کرد، شبامش سر دردمش سر دردمش سر دردم، این تانی ها چه بد رفت، هی می شدم کم و کم رنگ، همه چی خراب بدتر قبل، نبود روزم و صد بار قد کرد، گم گرفتی لحظه آزم، لرد نگرد و منو دور اقم، بودی همراهم نه که دور اصن، بهم گفتی که توی راه نترس، نمیدونم باشم یا نسودی داره واسم که تو باید باشم، تو بگو آره یا نه اصن، شادی با من میخوای بازم باشم، میخوای بازم باشم، میخوای بازم باشم. نایس، خیلی باحال بود. و فلوی که استفاده کرده بود مخصوصا خیلی مدرن و جذاب بود، یعنی یه فلوی هستش الان اگه استفاده بکنین مخاطب پاپ هم میتونین جمع بکنین، یعنی که فقط رپ رو نمیخواد، یعنی اختصاصی واسه رپ نیست این فلو. واسه همین فکر میکنم خیلی خفن بود، موضوعش هم اینا هم خیلی خوب بود، دوست داشتم. آره این توانایی رایت کردن آتوتونه هم خودش داستانیه، خودش با بلد باشی و با تمرینش بکنی، اینا مشخص بود، اونم قشنگ کار کرده روش. آره فاز کانیه ای داشت. آره دقیقا، آره همینو میخواستم بگم. آفرین، دمت گرم جید. آره خیلی خوب بودش، واقعا لیاقتشو داشتش که تو این مرحله باشه. آره من موافقم کاملا. بعدی از
خشه یا رنگیه. برو بریم. میخواستم آبا دونم باشی، تار و پودم، دلیل حال خوبم باشی. من اگه سرما سرونم تا به سونم باشی، تو گرمی پر معنی کل شعرامی، میفهمی گاهی شیرینی گاهی تلخی، همین چیزاست منو کرده شاید به تو نزدیک. من پر حادثم با تو، تو آرامش خالصم با تو، واسه خودت میدم ببری دلو. حالا که صفر فاصلم و تو اصنم هیچ معنی نداره پیش ما قصه، من مثل ماه تو خورشید وقتی نگات رو من دل من قصه، این آسمون سیاه واسه توی که روشن مثل صبح. آفرین، واقعا میدم خیلی دلنشینه، صدای خیلی خوبی داشتش، هم برای رپ کردن همون آوایی که آخرش رفتش نشون میده که تون صدای خیلی خوبی داره، و اینکه رایمای خیلی خفنی استفاده کردش به نظرم. آره آره، شعرش هم خیلی خوشگل بود، احساسی ترتمیزی بود که کلیشه نداشت، مثال بامزه توش داشت، لیریکش خیلی باله، صداش هم تو همون راستای دلیوریش خیلی کمک میکنه، یعنی صداش کمک میکنه کاملا به این موضوعی که خودش هم بلده دلیوریشو خوب انجام میده. حالا به خصوص سر این ترکه که خب چون مثلا ایموشناله، دلیوری خیلی مهمتر از مثلا بعضی مثلا موضوعات دیگه یه که راجبش میخونن، فهم میکنم اینو خیلی دوست پیاده کرده. یه جوری موضوع احساسی رو باید یه جوری بخونی که واقعا یعنی خشن نخونی، چه میدونم با اعصاب خورده یا یه چیز احساسی بخونی، یعنی اپروچت به قضیه خیلی مهمه که چجوری اونا اجرا بکنی، واقعا که خیلی خوب کرده بود، واقعا عالی بود. آره دمت گرم. کار بعدیم کار چرسیه، دوباره رو همون بیت یانگ پوری. برو بریم. منو ببخش واسه نبودنم، اگه بودم ولی شاید کم، میخواستم بسازم همه چی و واسد بدون نقص، نه نمی کنم رد، تقصیر من بوده بدون شک، اگه الانم و دوری من هم دوری من هم، نمیخوام بکارم عذری، میدونم واسمون دیره، هر جا بوده بسمون همه میگن دلت واسم میره، میدونم نبودم باشه ولی فکرم پیش تو گیره، شاید اون آدمی که میخوای دلش الان شده پیره، دلش شده الان پیره. ببین دقیقا این چیزه که میگی اینجا هم خودش رو نشون میده دیگه، یعنی چرسی خودش از اون آدم هاست که تو ذات لحن صداش و اینا اون اگرسیف بودنه هست، ولی اینجا کاملا کنترل میشه و اونطوری که میخواد ازش استفاده میکنه اون لطافت آهنگ احساسی خوندنه رو، ولی تو میفهمی چرسی داره میخونه، میدونی چی میگم، یعنی خشن نیست ولی اون کاراکتر اگرسیو صداش رو داره، ولی خشن نمی کنتش، کنترل می کنتش. اینشو خیلی دوست دارم، کنترلی که داره رو صداش خیلی خوبه، و اینکه خب انیویز از رپرهای خوبیه که توی نسل جدید اومده، و به نظرم اینجا هم تونست نشون بده که هر استایلی که بخواد میتونه کار بکنه، که تا الان هم ثابت کرده اینو تقریبا با کارش. آره دقیقا، با اینکه این استایل رو ازش من خودم نشنیده بودم، یعنی اصلا توقع آره، همچین آره. کاری نداشتم، ولی وقتی دیدم اینطوری خونده خیلی اتفاقا بیشتر حال کردم. آره آره خفم من خیلی حال کردم. آفرین، دمت گرم چرسی. واقعا مرچا رو از دست ندین، بهم دایرکت بدین برای سفارششون.
من این اپیزود رو هم توی اینستاگرام میذارم هم توی یوتیوب، ولی اگر رأیتون رو توی یوتیوب کامنت بکنین بعد از اینکه اپیزود فینال اومد و رتبه‌بندی مشخص شد، از توی کامنت هایی که رأیای یوتیوب هست من قرعه کشی میکنم و به 20 نفر با ایران اسپاتیفای اکانت اسپاتیفای بهشون میدیم فری که داشته باشن، به خاطر اینکه چند وقت دیگه هم ای پیم ریلیز میشه که بتونین راحت اونجا ای پی رو توی اسپاتیفای گوش بدین. پس کامنتتون رو حتما توی یوتیوب بذارین. آره همین.